برادر به نام فاروخ از روسیه به ما نوشتند که محترم برادر عزیز، آیا مولود رسول خدا صلی الله علیه و سلم را جشن گرفتن درست است یا نه؟ قرآن و سنت در این باره چی میگوید؟ بخشش مرحمت کرده تفصیلا به ما بفرمایید حقیقت این را از دیدگاه قرآن و سنت. برادر کوچک شما فاروخ از روسیه. خب برادر عزیز مهربان، شنوندگان گرامی، چگونه که دیده می شود امشب و روز از چندین سری سال ها مسلمان ها جشن میلاد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را یا ای که روز تولد رسول خدا صلی الله علیه و سلم را یک عید، یک جشن و یک روز خاص می شمارن و ای را از دین می شمارن و برای ای تمام گونه کوشش های خود صرف میکنن. دونسته باشیم برادر از مهربان، برای عبادت، برای هر یک کاری که از دین اگر شمایده شود، برای او را شرط است که او کار از قرآن یا از سنت ثابت باشد. او کار از قرآن یا از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یا از کردای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یا از خلفای راشدین چاریار او کار ثابت باشه، او میشوه عبادت. و امشب روز این جشن مولود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را مسلمان ها اکثرا در خیلی از کشورها مختلفا جشن میگیرن و ای را از دین میشمارن و عید سیم در اسلام ای را میشمارن و جا کردن ای را. دونسته باشیم که نه در قرآن ثبوت داره این عید میلاد و نه از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این گونه یکان ثبوت دریافت میشود و نه در زمانه خلفای راشدین این گونه عید میلاد و عید مولود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را جشن گرفته باشند. همین گونه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه پیغمبر شد تا آخر زندگیش 23 سال زنده ماند. در این 23 سال چندین مراتبه این روز، این ماه ربیع الاول و این روز تولدش هم اومد، اما یگان مراتبه این روز جشن و این روز یک عید برای خودش و برای مسلمان ها نشمارید. و همین گونه تابعین و همین گونه صحابه کرام، خلفای راشدین، تا چندین صد سال ها را مسلمان ها این ماه مبارک ربیع الاول اومد برای اینها، اما این عید ایجاد نکردن و این جشن نگرفتن و این را برای خودش یک عید نشماریدن. پس امروز مسلمانی 1400 سال بعد چگونه برای خودش یک عید نو می سازه و ای را برای خودش یک جشن و یک پرزنیک یا یک عید در اسلام زیادی میکنه. دونسته باشیم نصرانی ها روز تولد حضرت عیسی علیه السلام جشن می گرفتند. سال های 600 هجری یکی از بادشاه های مصر این گونه یک بدعتی که واقعا نه در قرآن و نه در سنت و نه یکان صحابه کردگی باشه را ایجاد کرد، اتباع به نصرانی ها کرده
روز تولد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جشن گرفت که تا امروز جاری و ساریه. عید میلاد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یا به الفاظ دیگر درجدین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را قید کردن، خوشحالی کردن، خرسندی کردن، عید گرفتن، این عین اتباع نصرانی ها هست که آنها درجدین حضرت عیسی را میگیرند، جشن میکنند، توی میکنند، اما مسلمان ها از آنها یاد گرفتند که در اسلام یکان جای ندارد. و نقطه سیمه که این عید میلاد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم درست نیستای، از قرآن و سنت نیستای. نقطه سیم همینه که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم روز دوشنبه و پنجشنبه روزه میگرفتن و یک مراتبه پرسیده شدند که ای رسول خدا، روز دوشنبه را شما چلا روزه میگیرید؟ فرمودند که به خاطری که من در این روز تولد شدم. پس چگونه که ما میدونیم در روز عید روزه گرفتن حرام است؟ در روز عید روزه گرفتن حرام است، یعنی که دو چیز جمع نمیشود، هم روزه و هم عید جمع شدنی نیست. چون که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با اتفاق تمام معرخین، تمام علما و فقها و محدثین در روز دوشنبه تولد شده و روز دوشنبه هم عید باشه و هم روزه بگیره، اینو ممکنه. یعنی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کنایتن، اشارتن فهمودن، گفتن که یگان گونه درجدینی محفل عید گرفتن روز تولد من نادرسته. و نقطه مهمی که باید گفته شود، در روز تولد، تاریخ تولد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چندین علما، فقها، معرخین، محدثین اختلاف دارند که کدام روز تولد باشد. بعضی از علما سیم ربیع الاول، بعضی ها هشتم و بعضی ها نهم و بعضی ها دوازدهم، اما قوی ترین قول قولی هشتم ربیع الاول رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به دنیا آمد. اما در روز تولد چو هیچ اختلاف نیست، یعنی که همه مورخین، علما، فقها، محدثین همه متفقن به این که دوازدهم ربیع الاول از دنیا رحلت کردن. اما امروز چون که بعضی از مسلمان های بدعتکار که خدا ایشان هدایت کنه، توفیق توبه نصیبشان بکنن، روز دوازدهم ربیع الاول روز جشن میلاد رسول خدا گفته عید میکنن، خرسندی و خوشحالی میکنن، بلکه بعضی ها این عید میلاد از عید قربان و از عید رمضان که زیادتر بزرگتر میشمارن. جای فکر است، جای نفهمیدن است که اینها آیا خرسندی برای تولد رسول خدا کرده سن یا که برای که از دنیا رحلت کرده بخاطر او خرسندی کردن. چون که در کتاب های تاریخ دوازدهم ربیع الاول با اتفاق تمام مورخین و علما روزی وفات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، اما روز تولد شو بعضیا 2 و 3، بعضیا 8 و 9، بعضیا 12 هم ربیع الاول میگن. یعنی که اتفاق نیستن در یکی روز 12 هم تولد شده، اما روز 12 هم اتفاقا به این که از دنیا رحلت کرده. این هم جای فکره برای همه برادر از مهربان، برادر فروخ، ان شاء الله امید دارم که سخنهای شکسته و ریخته و نمیدونم کلا فهمو را فهمیده باشین. مولود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نه از قرآن و سنت ثابته و نه یگان و نه خدی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کرده و نه صحابه و نه تابعین و نه یگان کس این میلاد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در قرون بهترین که صحابه و تابعین و تبع تابعینن، در اون بهترین زمانه ها یکان کس نکرده از این کار را.
و این یکی از ایجاد کرده یک مسلمان یک بادشاه مصر بدگی ایجاد کرده است در سنه قرن ششم هجری که تا امروز جاری و ساری است. کل بدعت ضلاله و کل ضلاله فی النار، هر یک نو در دین ایجاد شده و می اومدگی چیز که گمراهی ای و هر گمراهی به دوزخ می بردگی ای. بنابر همین برادر از مهربان، ایره ما هم خود مومن شیم و هم دیگر را مان کنیم و هم از این دوری کنیم. خدا همه ما شما را توفیق عمل نصیب بکند. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.